به طور کلی بر اساس پژوهش‌ها و یافته‌های باستان‌شناختی می‌توان آثار بر جای مانده از طول تاریخ سکونت در تنگ بلاغی را به چند گروه تقسیم کرد. اشکافت‌ها. Les premières preuves de l'occupation humaine. اولین نشانه‌های استقرار انسان در این ناحیه به قبل از 1004 باز می‌گردد. زیرا از برخی غارهای تنگ بلاغی و همینطور در بلاغی نمونه هایی از صنعت ابزار سنگی به دست اومده. این ابزار ثابت میکنن انسان های احتمالاً در 1006 یا 5 پیش از میلاد در این تنگ زندگی میکردن. از چه راهی زندگی میکردند؟ بدون شک ابتدای دوران کشاورزی بودند و امکاناتی برای آبیاری زمین‌های کشاورزی مانند دوران تاریخی و یا امروز نداشتند. احتمالاً اونا در طول مسیر رودخانه کشاورزی می‌کردند و می‌تونستند آب رو از رودخانه بالا بکشن و زمین‌های کوچکی رو آبیاری کنند. در 22 مرداد 1384 هیئت مشترک ایران ژاپن به سرپرستی محسن زیدی و دکتر آکیرا سونکی در 2 غار در تنگ بلاغی به کاوش‌های باستان‌شناختی پرداخت. با مطالعه و مقایسه مواد به دست آمده مشخص شد که هر 2 محوطه مربوط به پایان دوران فراپارین سنگی و آغاز نوسنگی هستند. در کاوش این غارها تعداد زیادی مصنوعات سنگی مانند ریستیغه‌ها به دست آمد که حدوداً به 9500 سال پیش از میلاد تعلق دارند. همچنین مقدار زیادی باقی‌مانده‌های استخوان جانوری و نمونه‌های گیاهی یافت شد که می‌توانست به بازسازی اقتصاد معیشتی مردمان آن دوره کمک کند. در تنگ بلاغی گورستان‌های زیادی از دوران‌های مختلف با شیوه‌های تدفین متفاوت به چشم می‌خورد. بر بالای کوه‌ها و در لابلای صخره‌های بلاغی گورهای منفردی شناسایی شده‌اند که پژوهشگران آنها را گورهای صخره‌ای می‌نامند. در این گورها جسد را احتمالاً همراه با وسایل و ابزاری مانند سکه، مهره و سفال در شکاف و حفره‌های طبیعی صخره قرار می‌دادند و جلوی شکاف را با سنگ‌های ریز و درشت می‌بستند. تاکنون بیش از 30 گور صخره‌ای در تنگ بلاغی شناسایی شده که متأسفانه نمونه سالمی در میان آنها باقی نمانده است. اما نتایج بررسی‌های عطایی نشان می‌دهد که اکثر این گورها به دوره‌های پس از هخامنشی و ساسانی باز می‌گردند. گورهای توده سنگی موسوم به خرفتخانه. در جای جای این تنگ ساختارهای سنگی مخروطی شکلی وجود دارد که کاربرد تدفینی داشتند و به خرفتخانه موسوم شدند. این گورهای هرمی شکل با سنگ خشک‌چین شدند و قطری حدود 1.5 متر تا 12 متر و ارتفاعی حدود 1 تا 2.5 متر دارند. برای ساخت آنها ابتدا سنگ‌چینی دایره‌ای در روی زمین چیده می‌شد. آنگاه حفره گور را به صورت دایره یا بیزی به ابعاد 1 تا 1.5 متر به صورت توخالی می ساختند و اطرافش را با سنگ خشک‌چینی می کردند. پس از آن که حفره به اندازه دلخواه بالا می آمد، جسد را به صورت دست و پا جمع یا جنینی در داخل آن دفن می کردند و در کنارش هدایا قرار می دادند و روی آن را با تخت سنگی می پوشندند. بر اساس شواهد موجود، احتمالاً در این گورها از خاک برای پوشاندن انبات استفاده نمی کردند. این گورها برای نخستین بار توسط استروناخ شناسایی شدند، ولی متاسفانه بیش از 95% از آنها حفاری غیر مجاز شدند. بعضی از اینها روی جاده سنگفرش هخامنشیه، بنابراین حتماً فراهخامنشیه
حتما از دوره اشکانی به بعد و دوره ساسانی هم که ما خیلی کم اطلاع داریم از قبورشون به معنای امروزی، بنابراین در نظر باستانشناسا اینها رو به دوره اشکانی نسبت میدن. گورستانهای خرسنگی. گورهای خرسنگی از دیگر شیوه های تدفین در تنگ بلاغی هستند. فرم ساخت این گورها به صورت اشکال هندسی منظم و نامنظم است و در ساخت آنها از سنگهای بزرگی استفاده شده که حدوداً 1 در 1 متر درازا و پهنا دارند و به همین دلیل این قبور را با نام گورهای خرسنگی نامگذاری کردند. تقریبا تمام این گورها که برای نخستین بار شناسایی شدند در دامنه کوه و در میان دره‌های غیر قابل کشت قرار داشتند. در کاوش‌های نجات بخشی، هیئت مشترک ایران و فرانسه به سرپرستی محمد تقی عطایی و دکتر رمی بوشارلا برخی از گورهای خرسنگی تنگ بلاغی را پژوهیدند. در حال حاضر که قبرها مورد کاوش قرار گرفتن، میبینیم که نتایج مختلفی از اونا به دست اومده. بعضی قبرها کاملا خالی بودن و یا به ندرت آثار کمی از استخوان در آنها یافت شد. اما دوتا از این قبرها برای ما خیلی جالب بودن. در یکی تونستیم تکه های یک گلدان رو بیابیم که به نظر میرسه مربوط به دوره ساسانی باشه. در قبر دیگه اشیایی به دست نیومد، ولی در عوض اسکلتی یافتیم که به پهلو و حالت نیمه جمع در خاک فرو رفته بود. بنابراین با یافت شدن چنین موادی حالا میتونیم بگیم که برخی از این قبرها به دوره ساسانی تعلق دارند. تخت سنگ‌های خیلی بزرگی رو جمع می‌کردن و به صورت دایره کنار هم می‌چیدن که اکثراً بین 3 متر تا 3 متر قطر دایره بوده. وسط این قطر دایره رو یه حفره ایجاد می‌کردن و تدفین داخل حفره انجام می‌دادن و با 3 تا تخت سنگ خیلی بزرگ روی تدفین رو پوشش می‌دادن و این تخت سنگ‌های داخل دایره گور ما مستقیما رو جسد قرار نمی گرفته که باعث که له بشه یا اگه اشیای چیزی باش داشته خورد بشه. تو یکی از این نوع تدفین های گورای خرسنگی اسکلت و اشیای همراه در عمقی از خاک حدود 60 یا 80 سانت قرار می گرفت و بالای اون بالای حفره تدفین با سنگ های خرسنگی خیلی بزرگ پوشونده می شد و تو روش دوم این نوع تدفین ها اسکلت و اشیای همراه اسکلت کاملا سطحی انجام میشد، یعنی روی سطح خاک تدفین رو انجام میدادن و فقط اطراف گور رو با سنگای خرسنگی خیلی بزرگ میپوشوندن و روش هم همچنین. طبق عقاید زرتشتی جسد انسان یا متوفا خاک رو آلوده میکرد و چون خاک عنصر پاک و مقدسی بود این اتفاق نباید میافتاد، بنابراین جسد رو بالای کوه ها قرار میدادن تا متلاشی بشه و استخوان هاش رو در حفره‌های کوه‌ها یا استودان‌ها قرار می‌دادند. بنابر این چنین تدفین‌هایی که در تنگ بلاغی پیدا شده و تاریخش احتمالاً برای اوایل دوره ساسانی هست، می‌تونه که باب جدیدی رو درباره تدفین در دوره تاریخی ایران برای ما روشن کنه. گورستان دوره صفوی. این قبرستون برای یه شهرک قرون وسطایی خیلی مناسبه، یعنی شما میبینید از این بر تا چشم نگاه میکنه همطور قبره، از این بر تا اون ناحیه چادرها هنوز قبره، بنابراین یک جمعیتی در حدود 5-6 هزار نفر رو خیلی خوب میتونسته اینجا نمایون بکنه. تعداد قبرها رو ما نشمردیم، ولی این که همه اینها در یک جای معین و مشخصی هستن نشون میده که اسکان دائمی بوده. از طرف دیگه یه مقداری از این سنگ ها ممکنه بر اثر پیشرفت کشاورزی، زمین های کشاورزی آورده باشن در داخل این ناحیه جمع کرده باشن، یعنی ممکنه و خیلی هم احتمال داره که این قبرستان همینطور ادامه پیدا میکنه. بنابراین شما این تپه رو، تپه بسیار بزرگی که شما میتونید ببینید،
میتونید حد قبرستان حساب کنید.